بسم الله الرحمن الرحيم ببینن جمع تفریق و ضرب مطرق دیدم دیدیم و حال پیش شما شاید سوال پیدا شود که تقسیم مطرق خیلی چه قسم است. ببینیم پیش از اینکه با تقسیم مطرق برسم بعض از اصطلاحات است که رو ما برتون میگم و بعد از او باز میبینیم که با یک شکل هم نو تقسیم ده مطرق هم است. ببینیم یک اصطلاح داریم ده مطرق به نام ایدنتیتی مطرق، با آی نشان داده میشه. ایدنتیتی مطرق با آی نشان داده میشه که در دری برش گفته میداریم مطرق عینیت. ببینیم مطرق عینیت خاصیتش چی است. وقتی که این مطرق ضرب هر مطرق دیگه شوه، ضرب در هر مطرق دیگه شوه، مساوی به خود از او مطرق است. و یا هم اگر خود از او مطرق ضرب در از این مطرق عینیت شوه، مساوی به امو خود از او عدد است. ببینین ای عینن مساوی به چی است. مثل دو وقتی که اعداد عادی را وقتی در ریاضیات وقتی جمع میکنیم، وقتی ضرب میکنیم، میگیم عنصر عینیت، عنصر عینیت در جمع در ضرب چی بود؟ یک بود. مثلا ببینید وقتی که یک از ضرب دو میکردیم بازم دو میشد، و اگر دو ضرب در یک میکردیم بازم دو میشد. به می شکل در ماتریکس هم ببینید یک ماتریکس است به نام ماتریکس عینیت. ببینید اینجا عنصر عینیت بود، یعنی یک قیمت بود، اینجا یک ماتریکس است. وقتی اگر او ضرب در ماتریکس شود مساوی به خود ماتریکس میشه، و یا اگر خود عدد ضرب خود ماتریکس ضرب در ماتریکس عینیت شود مساوی به خود ماتریکس است. خوب یک چیز است که ما براتون همونطور به شکل ساده گفتم، و حال میبینیم که ماتریکس مثالای ماتریکس عینیت کدام است. ببینید مثالای ماتریکس عینیت، ببینیم بر ماتریکس 2 در 2 ماتریکس عینیت ما 1, 0 و 0, 1 است. و همچنان اگر یک ماتریکس 3 در 3 داشته باشیم، عنصر عینیت ماتریکس 3 در 3 1, 0, 0, 0, 1, 0 و 0, 0, 1 است. درست است؟ و همچنان اگر یک ماتریکس 4 در 4 باشه، پس عنصر عینیت از او چی است؟ عنصر عینیت یک ماتریکس 4 در 4 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ببینین این ماتریکس عینیت بر ماتریکس های مختلف است. اگر ماتریکس 2 در 2 داشتیم، ماتریکس عینیتش ای است. اگر ماتریکس 3 در 3 داشتیم، ماتریکس عینیتش به این شکل است. اگر ماتریکس 4 در 4 بود، ماتریکس عینیتش به این شکل است. و حال ببینین ما براتون ایره ما ثبوت میکنیم که آیا واقعیت هم اگر یک ماتریکس گرفته ضرب در ماتریکس عینیت از او کنیم، آیا مساوی به خود از او ماتریکس میشه یا نه. ببینین مثلا ماتریکس عینیت ما است، یا ایدنتیتی ماتریکس که بسیار مشهور است در انگلیسی. مثلا ایدنتیتی ماتریکس ما است 1, 0 و 0, 1. درست است؟ خب حالا ما میخوایم ثبوت کنیم که امی اصطلاح ما، امی جمله ما درست است یا نه. مثلا یک ماتریکس عمومی به شکل عمومی یک ماتریکس است. مثلا قیمت نمیتونم یک شکل عمومی را میتونم، قیمت های است مثلا A, B, C و D. خب میگیریم اول این دو ماتریکس ضرب میکنیم، و حاصل ضرب ازی باید یک ماتریکس باشه که مساوی به خود ازی ماتریکس A ما باشه، مثلا A, B, C, D باشه. خب میگیریم این را ضرب میکنیم. ببینین وقتی ای دو ماتریکس ضرب کنیم، ضرب باز یک تکرار میشه براتون، خوب گوش کنین. ای قطار و فقیر ضرب قطار و مودی ازی میکردیم، 1 ضرب در A خود A و 0 ضرب در C 0 میشه، در اینجا چی مون؟ A مون. باز امی قطار افقیر ضرب در قطار عمودی دوم میکردیم، ببینین 1 ضرب در B B و 0 ضرب در D 0، پس در اینجا هم B باقی مون. و در این قسمت 0 قطار افقی را ضرب در قطار عمودی میکنیم. ببینین 0 ضرب در A 0 ضرب در A 0، 1 ضرب در C میشه. درست است؟ 0 ضرب در B 0 و 1 ضرب در D میشه. خب دیدیم وقتی که ماتریکس آیا ضرب در یک ماتریکس A کردیم، جواب ما هم پس A برآمد. ببینین آی ضرب در A شد، و ای را به خاطر زمین ثبوت شد که ایدنتیتی ماتریکس یا ماتریکس عینیت ماتریکسی است که ضرب هر ماتریکس دیگه شو خود از قیمت میده. و حال بر شما یک موضوع دیگر را میگم. ببینین مثلا در ریاضیات داشتیم، از ماتریکس بیخی براین، در ریاضیات داشتیم که اگر
مثلا یک ضرب در ای مساوی به ای میشه، درست است؟ ولی اگر یک بر ای ضرب در ای شوه، مساوی به چی میشه؟ مساوی به یک میشه و ای ام رایزی میره و مساوی به یک میشه، درست است؟ و به می شکل یک موضوع در ماتریکس هم است. در ماتریکس چه قسم است که اگر یک ماتریکس داری، ماتریکس ای ضرب در معکوس خود شوه، اگر از یک ماتریکس ضرب در معکوس خود شوه، او مساوی به یک ماتریکس عینیت است یا مساوی به آیدنتیتی ماتریکس است. و همچنان اگر معکوس یک ماتریکس ضرب در خود ماتریکس شوه، باز هم مساوی به آی است، باز هم مساوی به آیدنتیتی ماتریکس است. خب این هم یک اصطلاح است که وضع شده در ماتریکس و این هم ثبوت شده. ولی ما براتون ثبوت ازیره نشان میدم که چه قسم اگر یک ماتریکس A ضرب در معکوس خود شوه مساوی به آی است. خب حال اول میبینیم که معکوس ماتریکس چه قسم پیدا کنیم، یا معکوس به معنی از که سرچپه ماتریکس، درست است؟ سرچپه ماتریکس چه قسم پیدا کنیم؟ برازو یک طریقه است و اون طریقه را ما براتون حال میگم. ببینین مثلا یک ماتریکس است، خب ما اینجا را پاک میکنم، جای کم است، درست است؟ ببینین حال ما میبینیم مثلا یک ماتریکس است، ماتریکس A مساوی با A B C D. خب حال اگر خواسته باشم معکوس از این ماتریکس پیدا کنم، ببینیم معکوس از این ماتریکس قسم پیدا میشه یک بار A ضرب در D، A ضرب در D منفی C ضرب در B، درست است؟ A ضرب در D منفی C ضرب در B. خب پس اونتر میبینیم که اصطلاح را به نام دیترمینانت ماتریکس هم میگه. خب این را پس اونتر براتون میگم. و معکوس ماتریکس مساوی با یک بار E ضرب در، ببینین ای تنها به ماتریکس دوی در دو، یک ماتریکس دوی در دو است، ای طریقه معکوس تنها به یک ماتریکس دوی در دو صدق میکنه. ببینین و در این قسمت چی میکنیم؟ قیمتای A و D را جایش تغییر میتیم، D به جای A و A به جای D، و همچنان C و B را قیمتاش جای در جای است، ولی علاماتش را تغییر میتیم. علامات از این مثلا C مثبت بود منفی C میشه و B مثبت بود منفی B میشه. پس این اصطلاح معکوس ماتریکس است. خب در این قسمت ما گفتم تانه که این اصطلاح را به نام دیترمینانت ماتریکس هم میگه. دیترمینانت ماتریکس قسم نشان میده، مثلا خواسته باشیم دیترمینانت ماتریکس A را به این شکل نشان میده، علامه گذاریش به این شکل است، مساوی به A ضرب در D منفی C ضرب در B، درست است؟ این دیترمینانت است. و حالا اگر ساده تر خواسته باشیم نشته کنیم، میتونیم نشته کنیم که معکوس ماتریکس A مساوی به یک بار دیترمینانت A ضرب در عین چیز D منفی B و منفی C و A، درست شد؟ و این طریقه معکوس پیدا کردن است. حال ایده ما بر شما به طریقه عمومی گفتم، و حال ما براتون یک مثال میگم. اگر یک مثال حل کنیم، اگر یک مثال باشه، یک سوال باشه، این سوال را چه قسم حل کنیم؟ ببینید مثلا یک ماتریکس داریم، ماتریکس مثلا ضرور نیست که ای بگوییم، یک ماتریکس دیگه داریم، مثلا ماتریکس B، ماتریکس B مساوی با مثلا قیمت از دلم میگم 1 -3 و 2 و 4. ببینین به این شکل یک ماتریکس داریم، این ماتریکس است. و حال میگیریم معکوس از این ماتریکس پیدا میکنیم و بعدا معکوس ضرب خود از این ماتریکس میکنیم و ثبوت میکنیم که آیا معکوس از این ضرب خود از این مساوی به آی است یا نه، یا مساوی به ماتریکس عینیت است یا نه. خب ببینین به خاطر از اینکه بی معکوس از این ماتریکس پیدا کرده باشیم، به می فرمول پیش میریم. ببینین یک بار داریم، یک بار میبخشین موبایل ما زنگ زد، ایره ما باید این حال خاموش کنم، میبخشین. خب داریم معکوس یک ماتریکس مساویز به یک بار A ضرب در D، دقیق قسمت چیست؟ 1 ضرب در 4 4 میشه و 2 ضرب در -3 -6 -6 -6 میشه، درست است؟ ضرب در خب خود از این ماتریکس قیمتای A و
دیره سرچپه می کنیم با این ازی فرمول دهی قسمت می چهار جای ازی دهی جمعه را و یک دهی جمعه را و این قیمت ها جای ده جای است فقط علامه ازی تغییر می کنه مثلا دهی جمعه مثبت دوست این منفی دو می شه و دهی جمعه منفی سه این مثبت سه می شه پس معکوس یافتیم معکوس یک ماتریکس دوی در دو را یافتیم خب بیره کم یکم ایره دگام خلاصه می سازیم خلاصه به ایمان یکم دگام ایره ساده می سازیم ببینین چی میشه یک بر چهار جمع شش ده ضرب در داریم چهار منفی دو و سه و یک و میگیریم ای وقتی که یک عدد ضرب ماتریکس شوه ضرب تمام اعداد داخل ماتریکس میشه پس ایره اگر زیاد بیشتر خواسته باشیم ساده بسازیم قسم میشه که یک بر ده ضرب در چهار چهار بر ده و یک بر ده ضرب در سه سه بر ده درست است و همچنان یک بر ده ضرب در منفی دو منفی دوی بر ده و یک بر ده ضرب در یک یک بر ده درست است خب یکم عدد کسری آمد خب باشه خب ببینید معکوس ماتریکس بی مساوی با اقسم یک ماتریکس است و حال ثبوت می سازیم ثبوت می کنیم که وقت امی معکوس ماتریکس بی ضرب خود بی شوه مساوی با آی است خب ایره می خواهیم حالا ثبوت کنیم پس می گیریم ماتریکس بی رو نشته می کنیم ماتریکس بی ما چی بود؟ چهار بر ده و همچنان منفی دوی بر ده داریم خب ایره ما پس دیگه نشته می کنیم و سه بر ده و یک بر ده داریم درست است؟ خب ما میرم رنگ زیر کم تغییر میتوم خب و خود ماتریکس بی چی بود؟ خود ماتریکس بی یک منفی سه و دو و چهار است خب حال ما این دو تا رو ضرب کرده باید بر ما آیا بتا درست است؟ آیا عنصر انیت بر ما بتا خب میگیریم ضرب میکنیم چهار بر ده ببینین ضرب این دفعه کم تیزتر میکنم به خاطر از اینکه وقت نزدیک پوره شدن است چهار بر ده ضرب در یک چند میشه چهار بر ده مثبت سه بر ده ضرب در دو جمع سه بر ده ضرب در دو شش بر ده شش بر ده میشه درست است و ایره میگیریم باز ضرب در خط عمودی ماتریکس دوم میکنیم چهار بر ده ضرب در منفی سه منفی دوازده بر ده مثبت سه بر ده ضرب چهار چهار دوازده بر ده میشه درست است و همچنان این خط افقی را ضرب در خطای عمودی ازی میکنیم منفی دوی بر ده ضرب در یک یک منفی دوی بر ده خودش میشه مثبت یک بر ده ضرب در دو دوی بر ده درست است و بازم امی قیمت ضرب در ازی میکنیم منفی دوی بر ده ضرب سه مثبت شش بر ده و ده ایجا یک بر ده ضرب در چار مثبت چهار بر ده خوب میگیریم حال جمع میکنیم ببینین مخرج ما ده ده است چهار و شش هم ده میشه ده تقسیم در ده ایکوال از یک میشه و دیگه ببینیم منفی دوازده بر ده و مثبت دوازده بر ده منفی جمع مثبت ای صفر میشه ببینیم منفی دوی بر ده و مثبت دوی بر ده صفر میشه و شش بر ده جمع چهار بر ده خوب مخرج مشترک از شش جمع چهار ده ده بر ده یک میشه پس مساویز با یک صفر صفر یک ببینین امی ماتریکس مساوی با آی است یا ماتریکس عینیت است ببینین ثبوت کردیم وقت معکوس یک ماتریکس معکوس ماتریکس بی را ضرب در خودش کنیم مساوی با یک آی است مساوی با آی آیدنتیتی ماتریکس است پس شما میشه که قسم دیگه زیر ثبوت کنین که بی ضرب در بی منفی یک و مساوی با آی است خب این کارخانه خودتان است ایره حل کنین و چک کنین که آیا درست است یا نه تا ویدیو دیگر خداحافظ